29 عضو گروه ناتو امروز در لندن در گردهمایی به مناسبت تجلیل از 70مین سال روز ایجاد این پیمان جمع شدند و موضوعات مانند جنگ در سوریه و شمولیت ناتو در افغانستان در زمره بحث ها در میان اعضای این پیمان می باشد. خانم لیلا مسدید خبرنگار آزاد را از طریق اسکایپ از لندن با خود داریم تا شما را در جریان آنچه در این نشست مگذرت قرار بدهند. خانم سدید سلام، با شما خسته نباشین. در حالی که گزارش ها حاکی از بحث های بسیار جدی بین رهبران ناتو در قبال موضوع جنگجویان اروپایی داعش و جنگ سوریه است، آیا در مورد افغانستان هم امروز در نشست چیزی گفته شده یا خیر؟ سلام بر شما. قسمی که یادآور شدن امروز روز پایان نشست سران ناتو هست و همان طور که یادآور شدن با تنش‌های لفظی میان رهبران کشورهای عضو ناتو آغاز شد، ولی امروز نشست خبری که آقای یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو داشت در رابطه با موضوعات مختلف صحبت کرد و همچنان در رابطه با ادامه همکاری‌های ناتو در افغانستان نیز بحث کرد. هرچند افغانستان در آجندا نبود، اما اینا در رابطه با مسائل مختلف افغانستان و ادامه همکاری های مالی و همچنان ادامه همکاری های نظامی تا سال 2024 در رابطه با مسئله افغانستان بحث و گفتگو کردند. مردم مستحق تشویق هستند و آمدند و رأی دادند و نیروهای امنیتی افغان در خور تشویق برای تأمین امنیت انتخابات هستند. حال دو ماه بعد از انتخابات مهم است که ما شاهد تصمیمی با کمیسیون مستقل انتخابات باشیم. کمیسیون قوانین را برای بررسی و حساب کردن آرا و شمارش مجدد آن انجام می دهد، ولی باید این پروسه هرچه سریعتر ختم شود. من فکر می کنم با آنچه نیاز است این است که تماس بیشتر میان کاندیدان و کمیسیون باشد و کمیسیون باید به کاندیدان واضحاً اساسات کاری خود را به کاندیدان تشریح کند و کاندیدان باید با آن گوش بدهند و بعد وقتی کمیسیون نتایج ابتدایی را اعلام کرد کاندیدان باید آن را بپذیرند. خب خانم سدید، نظریه آقای که در قبال انتخابات بود، آیا تذکر و یا نظر روی پروسه مذاکره با طالبان هم مطرح شد در این نشست یا خیر؟ و به طور عموم تعهد ناتو با سمت افغانستان آیا یکی از موضوعات ارشد این نشست بود یا اینکه بیشتر روی موضوع جنگجویان و داعش و تعهد مالی تمرکز صورت گرفت در این نشست امروز؟ ما میخوایم اول از سوال آخر شما شروع بکنم در رابطه با این که خب بیشتر مسائل مالی و مسائل داخلی ناتو اینجا مورد بحث و بررسی قرار گرفت، چون داعش مسئله بسیار مهم و همچنان تروریسم خطر است که تمام دنیا را تهدید میکنه و اینا هم روی از این مسئله بحث کردن و به امید دلیل بود که در رابطه با مسئله افغانستان نیز اینا بحث کردن و تعهد بسیار قوی در رابطه با مبارزه علیه داعش نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورهایی که اینا اکتیف هستند تعهد بسیار جدی صورت گرفت و این میتونه خودش یک خبر مثبت باشه برای مردم افغانستان که ناتو هنوزم کمکان تلاش داره تا بتونه در این راستا حکومت افغانستان کمک بکنن تا مبارزه جدی را علیه داعش و گروپایی که آنها را حمایت میکنن مثل القاعده و دیگرا هست که تاکید بر او کردن و چانس بسیار خوب ای هست که برای نیروهای امنیتی افغانستان اینا تعهد کردن که ما تا زمانی که نیاز هست در کنار شما هستیم و کمک‌های ما ادامه داره و همچنان در رابطه با مسئله انتخابات قسمی که شما یادآور شدین ما امروز یک مصاحبه داشتیم با یک تن از اعضای برجسته ناتو که اینا هم در رابطه با مسئله انتخابات گفتن که نیروهای امنیتی افغانستان اردو پلیس و امنیت ملی باید از این مسئله یعنی جدا باشن و شامل از این مسئله سیاسی نشن و همچنان تاکید بری کردن که باید نتیجه انتخابات اعلان شوه و بپذیرن کاندیدا، که این موضوع خودش نماینده از این هست که هنوزم نگرانی ها وجود داره و در کل کشورهای عضو ناتو در رابطه با مسئله افغانستان یعنی متحد هستند و گفتن که ما برای ادامه همکاری های دراز مدت در افغانستان باقی خواهیم ماند و تا زمانی که ما مطمئن نشیم افغانستان ترک نمی کنیم و یک بار دیگر هم تاکید کردن چند مقام هرشد ناتو که ما با ایشان صحبت داشتیم گفتن که افغانستان پایگاه امن نمی خواهیم که شود. سپاس از شما خانم سدید و از شهر که از نشست امروز ناتو در لندن ارائه دادیم. موفق باشیم. ممنون.